رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، خلاصه خسته نباشید. سلام، بفرمایید. من از کانادا زنگ میزنم، 28 سال کانادا هستم، با خانواده مهاجرت کردیم، الان 3 تا بچه دارم. 20 ساله. نه، چند سالتونه؟ من 50 سالمه. و همسرتون چند سال؟ همسرتون چند سالشون؟ ایشون 52 سالشه. 53. ایرانی هست؟ ایرانی هست. بله، ایرانی هست. بله. اوکی، فرمولی چند تا فرزند دارید؟ 3 تا بچه دارم. موقعی که اومدیم کانادا، خب اینجا خیلی آدم ایرانی خیلی کم بود. من تو ایران دانشگاه درس می‌خوندم و با یه پسری آشنا بودم و خانواده من خیلی هول کردن، گفتن اینجا پسر نیست، اینجا ایرانی نیست، اینجا کسی نیست با تو عروسی کنه، تو دیگه الان 22 سالته و بهتر اونو بیاریم و ما اون آوردیمش. یعنی فکر کردن یه دختر 22 ساله الان باید زود ازدواج کنیم و الان ممکنه از دست بره؟ بله بله، متاسفانه ما ازدواج کردیم بدون هیچ گونه شناختی، ولی خب دیگه اینقدر مشغول یاد گرفتن زبان و کار رو، بالاخره یه کلاسی بدیم یا کار یاد بگیریم که این زندگی شروع شد. حالا مشکلات خودش رو داشت، ولی بعد 5 سال ما اولین بچه گیرمون اومد، بعد 2 سال یه دختر دیگه و بعد 3 سال یه دختر دیگه. الان بچه ها 20 ساله 18 ساله و almost 15 years old هستن. دختر بزرگم دیپلم گرفت، خیلی هم درس میخونه هم کار میکنه، بسیار دختر خوبیه، بسیار دختر فهمیدهیه، خیلی فکر میکنه وقتی میخواد یه سوالی بپرسه یا جواب بده به کسی. دختر دوم من موقع که 14 سالش بود، یعنی دقیقا 4 سال پیش، با پدرش و پسرمون رفتن ایران برای 3 هفته کریسمس. پسر من یه مشکل جسمی داشت، توی پاش یه دفعه یه غده بزرگ شد و اینجا گفتن این خیلی unfamiliar for us و نمیتونیم چه کارش کنیم و اینا. همسرم گفت ما میبریم اینو ایران، یه second opinion میگیریم و برمیگردیم. متاسفانه موقع که رفتن اون هواپیما رو شاددان کرد ایران و بعدش کرونا اومد و همسر من دوست داشت اونجا دیگه، حالا اینجا هم که همه چیز لاکداون شده بود، ایران موند و شروع کرد به کار ساخت و ساز و زیرو پرنتینگ. البته اینجا هم که بود واقعا پرنتینگ نمی کردم. من خیلی همیشه 24 ساعته با این بچه ها بودم، به بر و بیار و تا اونجا که میتونستم کمکشون کردم. و همسر من شروع کرد اونجا به ساز و بفروش انجام داد و اصلا با بچه های من کاری نداشت. متاسفانه چون حالا وضع مالیمون هم خوب بود و کازینای من، تمام خانواده هم کانادا هستن ولی خانواده شوهرم نبودن، ایران بودن، بعد خیلی کارای اشتباه به دختر من یاد دادن. آشناش کردن با الکل. دختر 14 ساله 3-4 بار دوست پسر عوض کرد، در صورت که اصلا اینجا اصلا این حرف نبود. بسیار والیبالیست خوبی بود دختر من اینجا. اینها بعد 8 ماه اومدن و من موقعی که دخترم رو دیدم she was completely different person. مشکلات ما از اونجا شروع شد و اون عاشق یه پسره شده بود تو ایران و اینجا میزد، میکوبید، در میشکست، دیوار میشکست و این هنوز ادامه داره. ما چندین بار بردیمش دکترهای مختلف، دیاگنوز کردن با borderline disorder، ولی اون میخنده میگه شما ها همه مریضید و من اوکی هم. این موضوع رو من اصلا نمیدونم چجوری حلش. فقط borderline تا تشخیص روی دخترتون borderline personality disorder. بله اینو دادن، ولی بسیار همیشه خشمگینه، بسیار عصبانی، همیشه از دست من عصبانیه و وقتی بهش میگم که چرا عصبانی هستی میگه من نمیدونم، ما تو هیچ کاری نکردی، ولی من there is something that bothers me. و من دیشب بهش گفتم من تو رو هر جایی که بخوای میبرم ولی ماشین بهت نمیدم. یه دونه شیشه آب میوه که باطل شیشه بود دستش بود، من توی ماشین نشسته بودم، از راه دور این باطل رو پرد کرد، ویندشیلد شکست و من زنگ زدم پلیس، اومدن هندکافش کردن، بردنش بیمارستان. ما قول دادن که اونجا بخوابوننش، ازش تکر کنن، سایکولوژیست بیارن رو سرش ببینیم باید چه کارش بکنیم،
ولی ما هم رفتیم بیمارستان، یه دونه خانومی هم دیدش و گفت که شماها فقط با هم خوب نیستید، شما باید از هم دور زندگی کنید، این هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی نداری؟ برای این مشکلی هم بعد من برگشتم گفتم تو به عنوان دکتر داری تمام مسئولیت رو از خودت سلب میکنی، این حالش خوب نیست، تو ببین چه کار کرده، این اگر وینشیلد میشکست میرفت توی صورت من کور میشدم، اون وقت شما باید بود یه کاری انجام میدادی. و من هرچی با اینو آرگیو کردم it didn't go anywhere. کجا رفته بودید؟ یعنی این خانم چی بود؟ این خانم توی هاسپیتال کار میکرده، میگفتن سایکولوژیسته. بعد بهشون گفتم پس at least امشب نگهش داریم، این خیلی عصبانیه، این ممکنه بیاد اونجا خیلی مثلا بزن بشکونه زندگی ما رو دیگه. گفتن که اوکی ما امشب نگهش میداریم. ساعت 12:30 somehow این رفته از بیمارستان و الان ما نمیدونیم کجا. یه کمی غیرعادی همه حرفا. بگذارید ازتون اول یه ذره سوال ریشه‌ای تر بکنم. تو خانواده پدری و مادری شما، پدری و مادری همسرتون بیماری روانی چی داشتی؟ خانواده خودم که خیلی نمیدونم، هیچ مشکلی نداشتیم، ما همیشه چطور؟ یعنی عمو، عمه، دایی، پسر خاله، دختر دایی همه صحیح و سالم بوده؟ حالا صحیح و سالم که نمیتونم بگم که همه صحیح و سالم بودیم، هر حال ما همیشه توی فرهنگ بودیم که بچه بودیم کتک خوردیم آروم شدیم اومدیم. ولی همسرم خانوادش توی خانوادش خیلی خودکشی هست، مشکلای روحی روانی زیاد دارن، 3-4 تا جوان. چقدر شنیدید اسکیزوفرنی کدوم داشتن؟ آخه من هیچ وقت اینا رو ندیدم. میدونی من وقتی هم که میرم ایران 2-3 هفته من کاری با اون ندارم عزیز. ما به هر حال درباره آدما میشنویم. ببینید برمیگردن میگن پسر صبر کنید. میگن پسر داییتون مثل که افسردگی داره. دختر داییتون اصلا نمیدونم نمیخواد ازدواج کنه، کسی رو ببینه. شما چون اگر میخواید یه تشخیصی بشه داد تا حدودی که لطف کردید به خاطر اون شاید تلفن کردید، من یه مقدار اطلاعات بیش از این میخوام. همینجوری اصلا همچی خانواده ای نداریم. برای شما میگید خانواده ها گیر و گرفتارن، بسیار خوب. چی میتونی بگید؟ این وسواس داشت، اون یکی اضطراب داشت، اون یکی درس نمیخوند، اون یکی کار نمیکرد، اون یکی ازدواج نکرد، اون یکی خودکشی کرد. برای شما درباره مسئله خودکشی، اولا چند نفر در خانواده همسرتون میدونید؟ در چه سنی و چه نسبتی با همسر شما دارن؟ مثلا یکی نوه عموی همسرم حلق‌آویز کرد، خودش 18 سالش بود. چگونه خودشو کشت؟ حلق‌آویز کرد سر یه دعوای خانوادگی. دومی؟ یکیشون بود سر زمین دعواشون بود و میخواستن اسم میراثاشون رو تقسیم کنن، مثل اینکه به این به اون اندازه که میخواست نرسید، با اینکه عقد کرده بود قرار بود ازدواج کنه، حلقه ویست کرد خودش. داییشون نمیدونم، دایی همسرم، اون هم به خاطر ارث و میراث دعواشون شد، اون هم خودکشی کرد. چجوری خودکشی کردن؟ همه شون حلقه ویست میکردن خودشون. عموی بچه های من بسیار معتاد شدید بود، دراگه خیلی قوی استفاده میکرد، متاسفانه اونم به خاطر دراگ فوت شد. ولی حالا به من بگید دخترتون غیر از رابطه ارتباطی که با شما داره یا کاری که با شما میکنه، یک از نظر خواب چگونه است؟ خواب مرتب منظمی داره یا نداره؟ خواب مرتبی نداره. موقعی که اینجا با ما زندگی میکرد تمام روز خواب بود، تمام شب بیدار بود. بعد ما یه سویت کوچیک پایین داریم، به من گفت من دیگه 18 سالم شده، اونجا برای من خالی کنیم. ما رنسازی پلامون رو عصد کردیم که برن، از اونجا رفتن. بهش گفتم که تو اجازه نداری شب پسر نمیاد توی خونه، دراگم استفاده نمی کنی، این دوتا فقط این دوتا کارو نباید انجام بدی. ما خونمون هم دوربین نداشت. بعد من یه بار دیدم تو اومای بود دو تا پسر هستن اینجا اینا. بعد رفتم دوربینم خریدم، بعد چک میکردم، میرفتم میکردمشون بیرون. ولی شما out of nowhere نصف شب ساعت 2-3-4 بالاخره یکی می اومد اینجا و ما همش گیر و گرفتار بودیم.
وید میکشه وحشتناک. با من خیلی عصبانی، ولی با دوستاش مطمئنم که خیلی مهربونه، خیلی با گذشته، خیلی شیر میکنه همه چیزو باهاشون. این دختر الان دقیقا چند سالشه؟ 25 یا 18؟ نه 18 سال و دو ماهش. 18 و دو ماهش. خب دختر بزرگتون چی؟ 20 سالش. اون رابطه این دوتا با هم چطوره؟ اصلا رابطه ندارن. اصلا خیلی رابطه اوکی داشتن تا یک سال و نیمه پیش. بعد دختر بزرگه من جسه کوچکتری داره، دختر بزرگه من خیلی درشته و اینا سر یه دونه آرگومنت خیلی کوچیک بزرگ رفت کوچیک رو زد و دیگه اصلا هیچ گونه رابطه با هم ندارم. با پسرتون چی؟ با پسرم رابطهش خیلی خوبه، ولی من خیلی میترسم، به خاطر اینکه میترسم مواد رو به این انتردیس کنه. از نظر اینکه حمام بره خودش رو از هر روز میره، هر روز میره. من بهش میگم دیگه این موهات اصلا دیگه تو ساعت نمونه، انقدر تو قدر میشوریم. هر روز میره چه مدت تو حمام هست؟ It depends، نیم ساعت، 45 دقیقه. بعد شبکه دوستاش چگونه؟ بچه هایی هستن؟ کجا میرن؟ چی کار میکنن؟ خیلی دوستای بدی داره. اصلا من نمیدونم. ما اصلا تمام دوستاش از یه شهرهای مثلا با فاصله نیم ساعت هستن که اصلا تو خود شهری که ما زندگی میکردیم، با اینکه الیمنتریش اینجا رفت، های سکولش اینجا رفت، اصلا با هیچ کدوم از اینا نیست. الان دوست پسری داره که کریمینال رکورد داره. تا موقعی که 18 سالش هم، آخه همسنه هم هستن، پسره فکر کنم 7-8 ماه بزرگتره. پسره رو یه مدت اجازه نمیدادن از اون شهر بیاد بیرون، ولی خب حالا که 18 سالش شد اومده بیرون و ما هرچی هم میگیم به ما میگه که شما خیلی جاجمنت ها صحبت میکنین چون رنگ پوسترش رنگینه. پسره این چه رنگینه؟ سیاه پوستر؟ بلکه، بله سیاه. بعد میگه شما فقط به خاطر رنگ پوستش جاجمنتال هستین، وگرنه پسر خیلی خوبیه. در صورتی که من مطمئنم که اول اینکه پسر خوبی نیست، بسیار ابیوزیف دختر من. من خودم این احساسم اینه که بخاطر اینکه بچه خودم هم توی یه محیط خیلی ابیوزیفی با بار اومد و بزرگ شد متاسفانه، این عادت کرده. بخاطر اینکه پدرش همیشه داد میزد، همیشه با صدای بلندش همه رو میترسوند، هیچ وقت مهربون نبود، فقط پول میداد به بچه ها، میگفتیم بچه ها چیزی بیشتری از من نمیخوان، هیچ وقت نبود باهاشون. آیا پسرتون عادت کرده به اینا زندگی؟ پسرتون آخه من برای اولین باری که شاید میشنوم شده که برای سکن اپینیون آدم ها از اروپا یا امریکا یا کانادا برن ایران. حالا عکسشو شنیده بودم، ولی حالا اون یه چیزی، مشکل پاش چی بود؟ پسر من پایین ترین قسمت ماهیچه پاش یک عروق زیادی جمع شده بودن که اینجا به ما گفتن این سه حالت داره، ما اینو اگر که بازش بکنیم ممکنه که یه قسمتی از ماهیچه هم در بیاد باهاش، وقتی اون چیز اضافه رو بر میداریم، بعد ممکنه توی راه رفتنش مشکل داشته باشه، ممکنه وقتی ماهیچه رو باز کنیم اینقدر خونریزی زیاد باشه که ما اصلا نتونیم اینو برش داریم سریع ببندیمش، ممکن هم هست ما باز کنیم برداریم همه چیز اوکی بشه. و من گفتم من نمیتونم این ریسک رو بکنم. خب بعد بالاخره چی شد؟ الان چه وضعیتی داره؟ الان با درد راه میره، نمیتونه فعالیت های ورزش زیاد بکنه. میگن بعد از اونم که بشه، 18 سالش که بشه بعد خیلی راحت تر میشه، تصمیم گرفته چه کار باید باش بکنه. شما رابطه خودتون با همسرتون چطوره؟ خوب بعد متوسط؟ من موقعی که همسرم دیگه از ایران نیومد و 8 ماه موند تقاضای طلاق کردم و ایشون ایران زندگی میکنه. یعنی ایشون اصلا نیومدن با بچه ها؟ چرا، فقط اومد بچه ها رو رسون. درست. و گذران اقتصادی زندگی شما از جانب پولیس که همسرتون میفرسته؟ اصلا ایشون هیچ، زیرو دلار میفرسته. ما دو خونه داشتیم و ما اومدیم توی خونه دیگه، خونه رو که خیلی هم خوب بود خودمون درست کرده بودیم، مجبور شدم اجاره بدم و خودم فول تایم کار میکنم، پریسکول تیچر هستم
و خیلی خیلی به سخت زندگی میکنه فینانشالی. و چیز تازه ای هست بقید بگید من دو سه تا سوال ازتون داشتم. من میخواستم ببینم با این بیماری بوردرلاین دیسوردر ما باید چه جوری رفتار کنیم، چه کار کنیم. خب بگذارید اولا به من بگید در حد کوتاهی تو سه سال اول چه مشکلاتی باش داشتید، یعنی مثلا تو سال اول چه از ذره خوابش و چه از ذره خوردن شیرش و تغذیه؟ بسیار دختر خوبی بود، خیلی غذا خوب میخورد. وقتی به دنیا اومد خیلی قدش بلند بود، 54 سانتی متر بود. موقعی که میخواستم از شیر خودم بگیرم به راحتی باتل گرفت. خواهرش که رفت پریسکول 3 ساله بود، این دختر من 1 ساله بود، ما همش میرفتم توی محیط پریسکول وای میستادیم و این اینقدر شروع شوق داشت که بره با بچه ها بازی کنه. تولت ترینش اصلا این ویک انجام شد، یعنی همش نگاه میکرد به خواهرش و میخواست سریع انجام بده. بسیار پیشن، بسیار مهربون، همه دوستش داشتن. 2.5 سال که شد ما متوجه شدیم که چشمش یکمی لیزی آی داره و نزدیک های 2.5 سال که شد شروع کردیم به پچ زدن یکمی و شروع کرد عینک زدن. الان خوبه خوبه، الان عینک استفاده نمی کنه. این چیزیه که میتونم بگم. ولی از عینک ناراحت و ناراضی بود چون پچش ناراحت بود، خیلی بعدش میومد از پچ زدن. به خاطر همین موقع که میخواست بره پریسکول یا جایی نمیزدیم، فقط توی خونه برای مدت خیلی محدود استفاده میکردیم. ضروری همون چیزی که خودش میخواست میگرفتیم اون مدلش و اینجور چیزا رو. در دوره دبستان چطور بود؟ دوره دبستان اگر که مثلا 16 دبستان دبیرستان دبستان بله همین دبستان اگر مثلا 10 تا دختر بودن 10 تا پسر، این با 10 تا دخترم دوست بود. هر روز تلیت دیت داشت با آدم های مختلف و من همش میگفتم او مای گاد چقدر این سوشیباله، چون دختر بزرگ من همیشه یکی یا 2 تا بیشتر دوست نداشت و من خیلی خوشحال بودم از این موضوع و با اونام کنار میامد. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دبیرستان چی؟ دبیرستان که شد که تا گرید 8 خیلی همه چیز خوب بود، گرید 9 هم که رفت ایران و این اتفاق افتادن دیگه. میدونین اونجا اتفاقات خاصی افتاده یا اینکه نه یه زندگی عادی بوده؟ اینکه همسرتون دوربر نبودن رو میفهمم ولی بله نه نبوده. بعد یه ماشین 0 کیلومتر گرفت گذاشته پای دختر من، گفتم تمام دنیا اجازه نمیدن یه بچه 14 سال ماشین داشته باشه. گفت نه اینجا محیط کوچیکه که خودم حواسم بهش هست، نمیره نمیاد. ولی من میدونستم که نه، خیلی 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 سوء استفاده شد ازش. آیا پسر و دختری از فامیل پدریش بودن که کنارش بودن که اونا کمی بله بیراه میرفتن؟ چقدر میکردن ببخشید؟ که اونا به بیراه میرفتن اونا با خودشون بله 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 دقیقا. خب شما چرا کوشش نکردید که بچه ها رو برگردونید؟ چون من میترسیدم. من برادرم اینا به من میگفتن من اگر برم ایران اینا هیچ کاری نمیتونن برای برگشت من بکنن. من تمام ترسم از این بود که مارم ببره و پاسپورت رو پر کنه و بگم اونجا بمونم. چون اگر میخواستید خب میدونم، ولی بچه ها فشار نمی آوردن که ما برگردیم کانادا؟ نه دیگه، اونا می دونستن وقتی برگردن اینجا باز دوباره کلاس ها شروع میشه. یه سیستم خیلی چیزی هست اینجا، اونجا دیگه هر موقع بخوابن برن بیان، ماشین دستشونه، پول دستشون، آف کورس که نمیتونه نمی آمدن. خب پس چطور شد که آمدند؟ دیگه چون محیط خیلی کوچیک بود فکر کنم دیگه اینقدر همه بهشون گفتم پس چرا نمیرین مگه تو زن و بچه نداری اونجا، چرا اینجای موندیه، اینقدر فکر کنم گفتن که دیگه به خاطر حرف مردم اومدن. وگرنه واقعا نمیدونم چرا اومدن. دقیقا الان چه مدتی است که برگشتن و در کانادا هستن؟ جولای 2020 اومد. خب پس از الان از 3 سال و خورده ای هم گذشته. من 4 سال تقریبا. حالا دکترایی که بردید روان شناس بودن، روان پزشک بودن یا هر دو؟ هر دو بودن. و تشخیص فقط بوردرلاین چون این شخصیت رو به عنوان شخصیت مرزی یا مرزی میشناسن و من شخصیت ناپایدار رو اونقدر مهم نیست. آیا همه روی این تشخیص تکیه داشتند یا چیز دیگه ای هم به شما احتمالش رو دادن؟ حتی از ذره مثلا 2 قطبی بودن
منیک دپرشن داشتن، افسردگی و شیدایی دقیقا. بله همه رو هم گفتن و دختر من میومد بیرون میخندید میگفت که او من فکر میکردم تو دو قطبی هستی، حالا دکتر به من میگن من دو قطبیم، او من فکر میکردم تو دپرشن داری، now they are telling me that I have the depression. ولی با سایکولوژیستش هم دعوا شد که دیگه اون آقای اصلا گفت من نمیتونم اینو ببینم، بسیار وایلنسه، خیلی داد میزنه. با کنسلرها، دو سه نفر کنسلر هم ایرانی هم غیر ایرانی براش پیدا کردم، خیلی با همشون اوکیه، ولی دو بار میره دیگه دفعه سوم نمیره، چهار بار میره دفعه پنجم نمیره. آیا هیچ وقت گفتن ممکنه زمینه‌ای برای حالتهای سایکاتیک، روان پریشی یا اسکیزوفرنی ممکنه داشته باشه؟ نه اینو نشنیدم. چون میبینه معمولا بعد از 20 سالگی خودش رو نشون میده، چون یه مقدار علائم و نشانه ها حالت های سایکاتیکه، مثلا تو خانواده پدری، یعنی روان پریشیست، یعنی یه نوع بیماری روانیست. مثلا بوردرلاین عزیز، بوردرلاین شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی، یعنی یه مجموعه ای از موضوع و مسئله، از استراب و افسردگی و وسواس و خشم و احساس خجالت و زمینه های برخی از اوقات از شخصیت هیجانی نمایشی و درگیری در روابط جنسی فراوون و مواد مخدر و مشروب و بعد یه مقدار زیادی هم تهدید و یا واقعا نشون دادن یا آسیب زدن به خودش و خودکشی. چقدر اینا با دختر شما؟ همشون هستن. حتی مسئله خودکشی چی میگه اگر حرفی شنیدید یا کرده، کاری کرده؟ قسم میخوره. مثلا دیشب وقتی من فهمید که با پلیس دارم صحبت میکنم، گفت که من قسم بهت میخورم on your grave dad که some people call you که بگن که دخترت unconscious come and take her body. حتی من اینو به هسپتالم گفتم، بازم اینو تیکر نکردم. یه بار بارم داد خیلی برای من کار بیمارستان رو تعجب میکنم. بفرمایید. یه بار هم برگشت و من خیلی با عصبانیت گفت که من I'm lots of different kind of drugs. I'm going to be dead very soon. You will be sorry for the rest of your life. تهدید زیاد میکنه. عصبانی که بشه اصلا doesn't matter. میزنه خودشو، منو میزنه، دیوارو میشکنه، درو میشکنه. یعنی اصلا براش مهم نیست. بعد اون خواسته رو که بهش رو برسه اصلا میشه یک دختر سرحال هپی که اصلا تمام چیز رو ازش یادش رفته. برای خودش مثلا میره آرششو میکنه، میخونه برای خودش اون موقع. اینا بیشتر حالتهای روان پریشی عزیز، اینا چیزی نیست که آدم به یه هدفی برسه و بعدن براش شادمانی و جشن داشته باشه. نه گرفتاری. من چطور باید بخونم برای متاسفانه من اولا تعجب میکنم از برخورد سیستم پزشکی یا بهداشتی اونجا. شما شاید از طریق ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که یه مقدار علائم اینو نشون میده که ترکیبی که شاید یکی از بدترین هاست رو داره، یعنی از یه طرف شخصیت مرزی یا مرضی یا ناپایدار داره، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داره، یعنی یه مجموعه است، ای بسا 50 تا چیز خرابه. یکی هم که معمولا کنار این پیدا میشه مسئله منیک دیپرشن و دو قطبی. البته خیلی از اوقات یک کسانی با این ویژگی ممکنه 95% موارد بیشتر حالت منیک و شیدایی سرخوشی داشته باشن و به اینکه بهشون بگید افسرده است میگن، ولی خب تو 3 سال ای بسا 2 هفته هم افسردگی داشتن. یعنی عملا موضوع افسردگی موضوع نیست. اینکه وقتی میگید درباره افسردگی مسخره میکنه، خب از یه نظرم درست میگه، برای که اون فقط میتونه 1 هفته باشه یا 2 هفته باشه تو 5 سال، ولی و او رو به عنوان کسی که بایپولار یا دو قطبیه ما میشناسیم. آیا به عنوان یه دختر در جهت جلوه‌گری و نمایش و مرکز توجه بودن و اینا کارایی میکنه که بخواد فقط زیباییش رو یا به هر حال نوعی سکچوالیتیش به
در معرض ارتباط با دیگران بگذاره و سر این موضوع با بقیه به هر حال بازی کنه یا بقیه رو سر کار بگذاره؟ منظورتون درست نمیفهمم، ولی خب دختر ببین مثلا فرض کنید نوع لباسی که میپوشه، آرایشی بله، که میکنه توی مهمونی که بله خیلی خیلی اصلا اندلیوابل زیبا میشه، لباس سکسی میپوشه و میره بیرون و خیلی هم پراد از خودش و اصلا من باورم نمیشه. من گاهی وقت احساس میکنم او مای گاد چقدر سلف استیم داره که اینقدر محکم و استوار داره راه میره. نه اون شخصیت هیجانی نمایشی هست، مثل اینکه شما میتونید سلف استیم هم نداشته باشید ولی برید به عنوان هنرپیشه توی صحنه گراحت گریه کنید یا خنده کنید یا حرکاتی رو از خودتون نشون بدید، گرفتارید عزیز. بنابراین البته راه درستش اگر بتونید تحت نظر روانشناس و روانپزشک بودنه و یا بستری شدنه، یعنی مثلا یه دو ماهی در بیمارستان روانی باشه که تشخیص داده بشه، داروها روش امتحان بشه، برای که شما جز از طریق دارو درمانی خیلی نمیتونید کنترل روش داشته باشید، بقیه چیزا موقتی است و تازه جمع میشه و بعدا منفجر میشه و کار رو هم مشکل میکنه. برای برحال در خانه برای خواهر و برادرش هم اگر اونو همچنان خون هستن مسئله درست میکنه و بعدم میدونید در یکی از این حوادث و عصبانیت ها همطور که خودتونم گفتید میتونه یه خطری بیافرینه که از نظر قانونی گرفتارش کنه، رای زندانش کنه، این هم هست دیگه، یا بقیه واکنشی نشون بدن که به اونجا منجر بشه. بنابراین یه سوال خیلی شاید کمی هم عجیب فقط از در پرسش، آیا دلش میخواد برگرده ایران؟ اوایل میگفت الان به هیچ عنوان، الان من میگم که برو ایران پیش پدرت، میگه که من اگر برم اونجا اون منو لاکداون میکنه به خاطر حرفایی که تو بهش زدی و میخنده میگه نه I'm not crazy to go there. خب اونم یه ابتدا نه اینکه رای بود ولی به هر حال قواعد و قوانین در ایران یه مقدار بیشتر میتونه به شما کمک کنه. من هم نه خودم فکر میکردم اگر بره ایران و یه مدتی موبایل ازش بگیرن مرتب کنسولر بیا یه کسی بیاد باش و ازش بکنه، شاید یه کمی از این محیط ها دور باشه، اصلا شاید خیلی راه خوبه باشه ولی اصلا نمیره. نه اون فقط برای تشخیص و کنترل عزیز، ولی اگر به گونه ای که شما بیان می کنید ترکیبی از بوردرلاین و هیستریانیک و بایپولار باشه، یعنی هم شخصیت ناپایدار، هم دو قطبی و هم هیجانی نمایشی، چون من این مجموعه رو چون اینا به دلایلی خیلی راحت میتونن کنار هم قرار بگیرن فراوون ازش خبر دارن، ولی البته غیر از اینکه دو سه مورد حالا خط رادیو به کنار هیچ وقت نخواستم درگیر بشم، برای اینکه همونطور که به هر حال روانشناستون کانسلرتون هر کی بوده گفته نمیتونم، راه به جایی نمیبرند. تنها چیزی که میتونه کمکشون کنه یکی اینکه ماجرا خیلی عمیق و سنگین نباشه، دوم داروه، یعنی و بعدم یه نوع فراهم کردن محیطی که آسیبا سخت و سنگین نباشه. و نمیخوام اذیتتون کنم از این بابت، هم متاسفم ولی چون هیچ وقت غیر از این نبوده از ده مورد یکی دو موردش شاید یه بهبودی یا بهتر شدنی رو تازه اگر امکان کمک بهش باشه به دنبال داره، غالب اوقات با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. یه مقداری دلم میخواد که فقط بهتون کمک میکنه از نظر تشخیص که کمی ببینید اگر برحال تشخیصی یا برچسبی به روی مخصوصا اون دو سه تا موردی که خودکشی کردن بزنن یا زده باشن یک کمی تکلیف دختر روشن کنه، برای که معلومه که مایه ارثی داره و اونقدرها دست خودش نیست، ولی اینکه در کودکی اونگونه که شما توصیف کردید مسئله و مشکل نشه برای من عجیبه، چون معمولا بیماری های سنگینی از این قبیل از همون آغاز در مورد خواب و تغذیه و بدن سازگاری با دیگران مسئله دارند و این نداشت. اصلا ما دو سالش بود ما رفتیم توی یه دونه از این جایی که تخت خواب اینا میفروشن، رفت درست کشید روی تخت آبی، خیلی رنگ آبی رو دوست داشت، با
گفت من این بدون میخوام. گفتم اگر ما اینو برات خریدیم از همین امشب باید جات جدا کنی و بخوابی. گفت میرم و باورتون نمیشه ما خریدیم اینو انسالش کردیم و از همون شب رفت جدا خوابی. بسیار مستقل بود. نه معلومه، البته میدونیم یه زمینه یه چون خود شما نشون میدید یه بهره هوشی بالایی هم داره، یعنی اون گرفتاریتون هست. من رفتم با سایکولوژیست دیشب صحبت کردم، گفتم این بسیار از روی زرنگیش این الان همه چیزو بر علیه من کرده که اینو توی بیمارستان نگه نداریم. بسیار زرنگه. بله نه نه باهوشه، بلافاصله تشخیص میده روابط رو و اینکه چگونه میتونه به نفع خودش از اون استفاده کنه. بنابراین عزیز من متاسفم، اولا نگرانم، یعنی فکر میکنم میتونه پایان بدی داشته باشه، ولی باز همچنان خدمتتون عرض میکنم که اینکه در یه محیط ناسالمی نباشه کمک میکنه، اینکه درگیر مواد مخدر و مشروب نشه کمک میکنه، و اینکه داروی مناسب رو مصرف کنه خیلی خیلی بیشتر از همه کمک. اگر اینا رو تا حدودی بتونید فراهم کنید امیدی هست، و الا میتونه با گذشت زمان بدتر هم بشه. برای من نگران یه اتفاقی هستم که اون وقت همه پشیمان بشن. و ضمناً یه توصیه آخرم دارم، اگر یه راهی هست، من نمیدونم چی، بتونید اون دوتا فرزند دیگرتون رو دور کنید هم به جوری مثلا برن خوابگاه یا دورمیتوری و اینا، و یا به هر حال بزرگه این گونه باشه کوچیکم یه فکری براش بکنید بد نیست. برای که اینجا حتی ریهب اگر ما بخوایم ببریم میگن باید خودش بخواد، نه بعد از 18 سال که شما دیگه توانی نه. نه تنها موردی که در حداقل امریکا رو مطمئنم، کانادا هم همین است، وقتی فکر کنن که فرد برای خودش و دیگران میتونه خطر جانی یا مسائل ویرانگر مالی داشته باشه، یه 72 ساعت که 3 روزه یا بعدن بازی 72 ساعت دیگه و یا 2-3 تا حتی بعد از 14 روز در امریکا میشه حکم دادگاه رو گرفت و برای مدتی نگهش داشت. اون هست، ولی خب اشکار کار اینه که آدمایی که هنوز در اون مرز سنگین نیستن اولا در بیمارستان ها مسئله به وجود میارن، و دوم به هر حال بعدن زمینه ای برای خشم و انتقام دارن که اون میتونه یه لحظه غفلت بکنن کار از خود. جمله بعدم متاسفانه هم شخصیت های دو قطبی، اگر دو قطبی باشه، هم شخصیت های بوردرلاین، این دوتا و مثلا ترکیبش ای بسا بیش از 80% خودکشی ها. به همینجاست که اینقدر من دلم میخواد تکلیف روشن کن، چون عامل اصلی خودکشی بایپولاره، دو قطبیه، که معمولا با شخصیت بوردرلاین هم همراه قالب اوقات. این یه طرف. دوم یعنی بایپولاره و افسردگیست، بعد سکیزوفرنی و مشروبه. خب اون مشروبم اینجا ما باش مسئله داریم، ولی دو تا نکته، یکی واقعا خانواده پدری رو چک کنید هر چی اطلاعات هست، و دوم نمیخوام یه بار دیگری رو دوش شما بگذارم، ولی وظیفه دارم که این کار رو بکنم. بچه های دیگه تون، اون دوتای دیگه هم میتونن شکننده و آسیب پذیر باشن، بنابراین هر چه میشه اونا رو در یه محیط امن و امان و با راحتی و به گونه این که دوست دارند و مایلن بذارید زندگی کنن. فشار رو اونا نیارید، چون استخونای اونا هم یه مقدار ضعیفه، با یه فشار خورد میشه. من داشتم فکر میکردم که این دوتا رو با خودم نگه دارم، اونو بفرستمش جایی، براش یه سویت بگیرم، یه جایی هر کاری من باش کاملا موافقم اگر شدنی باشه. برای که ببینید عزیز، ما برخی از وقت مثل همون داستان کروناست، ما چرا یکی رو اجا نگه میداریم، حتی تو قرنطینه میگذاریم؟ به خاطر اینکه قصد دشمنی با او که نداریم، میخوایم به دیگران آسیب نزنیم. من برای خواهر و برادرش هم نگران. بنابراین اگر برای اونا میتونید کاری بکنی، حالا دخترتون رو جدا کنید یا اون دوتا رو جدا کنید، فکر خیلی خوبیه. به هر حال بذارید اقلا از این پنجی که شما هستید حداقل دوتا آسیب نبینن دیگه. درست. به هر حال امیدوارم راهی پیدا بشه، ولی واقعا ارتباطتون رو با
روانشناس و روانپزشک اصلا از دست ندید، چون هنوز اگر امیدی برای بهتر شدن و بهبود باشه از ناحیه اون است. برای متاسفم از آن که شنیدم، ولی امیدوارم من که مجبورم خیلی منفی و بدبینانه به موضوع نگاه کنم مثل همیشه اشتباه کنم. یعنی که برای لطفا شما هر کاری که میتونید بکنید، امیدوارم به زودی یه مقداری بر این اوضاع بتونید مسلط بشید و یه مقداری از نگرانیاتون از بین بشه. برحال اگه مطلب خاصی پیدا شد یا چیزی که فکر کردید شاید من حرفی برای گفتن داشته باشم، خوش